خب به جلسه پنجم خوش اومدین یه مقدمه از این جلسه باید بگم هیچ وقت زمانی رو که خدا با هم حرف زد تا این کتاب رو بنویسم فراموش نمی کنم داشتم تو زمین گلف راه میرفتم، رفتم تقریبا ساعت پنج صبح بود و خدا گفت میخوام یه کتاب در مورد تخت داوری بنویسیم من گفتم خدایا من در تمام عمرم شاید فقط 20 دقیقه در مورد تخت داوری موعظه کرده باشم چطور میتونم حتی یک فصل در موردش بنویسم چه برسه به یک کتاب میدونین انگار خدا دوست نداره به چنین چیزای جواب بده با خودم گفتم فکر کنم باید این کتاب رو بنویسی و نوشتمش هر قسمت از کلام در مورد ابدیت، پاداش، داوری و مجازات رو از هشت ترجمه مختلف درآوردم. و توی دفتری به این قطر جمعش کردم باورم نمیشد نشستم و برای یک ماه کامل روی این قسمت از کلام کار کردم و این رو فهمیدم که در داوری ایمانداران ما ایمانداران در دو زمینه مورد داوری قرار می گیریم خب اینا دو قسمت اصلی هستند اولی مشارکت ما در پیشبرد پادشاهی خدا و دومی چطور بنا کردن زندگی شخصیمون که در حال حاضر قطعا شامل زندگیمون میشه منظورم از زندگی خودمون یعنی چی؟ یعنی در زندگی شخصیمون چطور به کلام خدا جواب دادیم این رو در جلسه بعدی بررسی میکنم روی چیزی که میخوام تمرکز بکنم ارتباط ما در بنا کردن ملکوت خداست دقت کردین که در هر دو بخش کلمه بنا کردن اومده چرا؟ چون همونطور که در جلسه چهارم گفتم در کلام خدا از ما به عنوان بنایان نام برده شده اول قرنتیان با به سه رو خاطر تور هست اما هر کس باید آگاه باشد که چگونه می سازد اگر به مزامیر نگاه کنید میگه اگه خداوند خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بیهوده میکشند. خب این به ما نشون میده که به روح خدا نیاز تا به ما کمک کنه که به هر چیزی ارزش ابدی ببخشه فکر کنم خوب باشه آمین بگیم کسی که 80 سال با قوت خودش کار میکنه نمیتونه بیشتر از کسی نتیجه بگیره که 5 دقیقه با قوت روح خدا کار میکنه و همین خاطره که میگه نه به قوت نه به قدرت بلکه به روح من هر بار که حتی کلام رو میخونم با خودم میگم روح القدس باید تو کمکم بکنی وقتی این جلسات رو ترتیب میدادم با خودم میگفتم خدایا باید کمکم کنی سی ساله که دارم موعظه میکنم ولی همیشه میگم خدایا من باید روح القدس تو رو داشته باشم پس این خیلی مهمه یه مورد دیگه سنگی که معماران رد کرد کردن مهمترین سنگ بنا شده است می‌بینید که خدا ما رو به سازندگان یا معماران تشبیه کرده حالا میخوام به اول قرنتیان باب سه آیه 9 بریم ما فقط همکارانی هستیم متعلق به خدا شما مزرعه و ساختمان متعلق به خدایی سه جمله مجزا اینجا هست اولی شما همکار خدایی اینو کنار بذارین یکم دیگه در براش حرف میزنم دومی شما مزرعه خدایین. این هم در کتاب هست و سومی شما ساختمان خدایی به این جمله توجه کنید پولس میگه شما ساختمان خدایی درباره چه ساختمونی حرف میزنه خب من چیزی رو باید اعلام کنم و این خیلی عالیه خدا داره یه خونه سفارشی برای خودش میسازه و خیلی هم هیجان زده است یادم وقتی من و لیزا فرصت ساختن خونه خودمون رو پیدا کردیم تقریبا کی بود اوایل دهه 90 بود من و لیزا اون موقع فقط ادیسون رو داشتیم توی خونه کوچیک زندگی میکردیم و یکی از بزرگترین های اورلاندو که جایزه های زیادی هم برده و کتاب دام شیطان خیلی روش تاثیر گذاشته بود منو توی یه نمایشگاه خونه سازی دید چون لیزا دوست داشت خونه ها رو نگاه کنه و رویا پردازی بکنه اون شخص تو اون نمایشگاه منو صدا زد گفت جان بیور چه یکی داره صدا میزنه دام شیطان گفتم اوه گفت جان میخوام برات یه خونه بسازم میخوام برات یه خونه خدایی بسازم گفتم خونه خدایی یعنی چی بهم گفت یعنی یه پنی هم ازت نمیگیرم من گفتم واو پس یادم چند روز بعد اومد خونه کوچکی که اون موقع توش زندگی میکردیم یه کاغذ سفید روی میز گذاشت گفت حالا خونه رویاییت رو بکش من و لیزا به هم نگاه کردیم و گفتیم چی چون اونقدر به خونه کوچیک و از قبل آماده عادت کرده بودیم که فکر تغییر و طراحی نداشتیم گفتیم واقعا خب لیزا دست به کار شد ولی باید بگم اتاق مطالعه و گاراژ رو من کشیدم بقیهش با لیزا بود و یادم چطور اون خطای درهم برهم ما رو فرستاد پیش طراح و معمار و نقشه اولیه رو از روی اونا کشیدن وقتی شروع به ساختن خونه کردیم من و لیزا هر روز میرفتیم سر ساختمون خیلی هیجان زده بودیم از چیزی که رویاش رو دیده بودیم روی کاغذ آورده بودیمش و حالا جلوی چشمامون بود خب خداوند هم در قبال خونش همینطوره همینقدر هیجان زده است اون خونش رو از بنیان عالم طراحی کرده خب میدونید هر روز میره سر ساختمون و چکش میکنه ولی خدا کاری کرده که من و لیزا نکردیم یه اسم روی اون خونه گذاشته میبینین درست مثل افرادی که بعضی وقتا اسم میذارن روی خونشون میدونین مثل کسی که واشنگتن زندگی میکنه اسم خونش کاخ سفیده یا بانوی اول انگلستان که اسم خونش کاخ باکینگهام ممکنه بعضی شما ندونید ولی نیکلاس کیج جایی داره که اسمش فرایر پارکه خب خداوند اسم برای خونش گذاشته اسم خونه خدا چیه؟ سحیون همه بگین سحیون حالا نگاه کنین میگه زیرا خداوند سهیون را برگزیده و رغبت داشته که منزلگاه او باشد این است استراحتگاه من تا به ابد اینجا منزل خواهم گزید زیرا بدان رغبت دارم آیا اشتهای خداوند را برای منزلش میبینین یعنی یه جورایی داره میگه من اینو خیلی وقت پیش طراحی کردم خیلی از تموم شدنش هیجان زدم وقتی شما میخواین یه خونه سفارشی بسازین با چی کارتون رو شروع میکنین اولین کاری که میکنین چیه همه بگین بنیان درسته ببین اشعیا چی میگه سنگ بنیادی می هم همه بگین سنگ در سهیون این خونه سفارشی خداست سنگ آزموده شده و سنگ زاویه گرانبها ها به جهت پی مستحکم و اون کیه؟ ایسا سنگ زاویه اصلی خانه سفارشی خداست اما به یاد داشته باشیم پولس میگه ما خانه ایم پس اگه ایسا بخشی از مساله خداست به این معنی که ما هم بخشی از مساله خونه هستیم کلام در این باره چی میگه؟ اول پتروس نگاه کنیم با نزدیک شدن به او یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست و شما نیز چون سنگ های زنده به صورت امارتی روحانی بنا میشوید هیجان نیست ما بخشی از مساله ساختمانی هستیم که خداوند تا ابد در اون منزل میکنه ببینید اگه به پولس نگاه کنید که در افسوسیان چی میگه دوباره میبینید که میگه بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده اید که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن بناست در او تمامی این بنا به هم می پیوندد و به صورت معبدی مقدس در خداوند برپا می شود این عالی نیست پولس دیگه چی گفته اینکه ما نه فقط مساله ساختمان خداییم بلکه همکاران اونیز هستیم درسته؟ خیلی خوب میتونم یه واژه بهتر بگم ما پیمانکاران خداوندیم خب پیمانکار یا مقاطعه کار کیه؟ بخکار، لولکش، بنا، کاشیساز، پنجره سازا کسایی که خونه رو ساختن اگه حقیقتش رو بخواین وقتی باب خونه ما رو ساخت یه میخم خودش نکوبید یه آجر هم نذاشت پیمانکارا بودن که خونه رو ساختن با من این پس پیمانکار اصلی خونه خدا کیه؟ پیمانکار شماره یه کیه؟ است. ببینید در غلاطیان 4 4 چی میگه اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد عیسی گفت من کاری رو که به من سپردی به کمال رساندم خب چند نفر از شما میدونین چقدر زمان بندی کار پیمانکار برای انجام کارها در ساختن خونه مهمه منظورم اینه اگر نقاش قبل از برق کار کارش رو انجام بده به مشکل برمیخورین خدا با دقت برای پیمانکاراش برنامه ریزی کرده عیسی رئیس پیمانکاراست به همین خاطر میگه که در زمان مقرر عیسی می آید رو می بینین ایسا گفته کار را به کمال رساندم همه بگین کار دوباره بگین کار میخوام این کلمه رو به خاطر بسپارین چون خیلی مهمه من کاری را که به من سپردی به کمال رساندم میدونین پولس رسول همین رو گفته یادتونه پولس چی گفت گفت مسابقه را به پایان رساندم چطور میتونین بگین مسابقه ام را به پایان رساندم تنها وقتی میتونین بگین مسابقه ام را به پایان رساندم که مسیر رو بدونین تا حالا کسی از شما تو دو میدانی شرکت کرده اگه این کارو کردین میدونین که همه دونده ها نقشه راه رو میگیرن چون اگه مسیر رو نشناسید میدونین چه اتفاقی میفته شروع به دویدن میکنید میدوید و میدوید تا جایی که زمین میخورید و مسابقه رو تموم نمیکنید باید مسیر رو بدونین تا بتونین تمومش بکنین درسته؟ پس تنها در این صورت پولس میتونه بگه مسابقه ام رو تمام کردم که مسیر رو بدونه چون وقتی عیسی میگه کار را به کمال رساندم خیلی از مردم میدونن چی میگن میگن خب اون عیساست با دونستن اونچه که باید انجام بده به دنیا اومده نه اینطور نبود او خودش رو از امتیازات الهیش خالی کرد و به عنوان پسر انسان به زمین اومد یادتونه در یوحنا 5 گفت گفت انجام اراده فرستنده خود را خواهنم. او چنین چیزی رو میخواست همونطور که من و شما هم باید در پیش باشیم حالا ما چی؟ اینکه این وسط نقش پیمانکار رو داریم کلام خدا در این باره چی میگه؟ به افسوسیان با به دو نگاه کنین زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم همه بگین تا انجام دهیم کارهای نیک انجام دهیم کارها کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم توجه کنید نمیگه بهتره در آنها گام برداریم داره میگه باید در آنها گام برداریم حالا دقت کنید خدا به عنوان پیمانکار از قبل کار ما رو آماده کرده چقدر قبل حداقل میدونم که قبل از تولدمونه چون دقت کنید که داوود در مزمور 139 آیه 16 چی می نویسه؟ داوود میگه دیدگانت کالبود شکل ناگرفته مرا میدید به این دقت کنید که همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید متوجه این فقط رئیس جمهور اوباما نیست که درباره زندگی و بیوگرافیش کتاب نوشته شده بلکه درباره زندگی شما هم کتابی نوشته شده این عالی نیست خداوند اون کتاب رو نوشته قبل از تولد شما اون رو نوشته ببینید در ادامه چی میگه پیش از آن که هیچ یک هنوز پدید آمده باشد حالا دوباره با کل آیه نگاه کنید دیدگانت کالبد شک ناگرفته مرا میدید همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت کردید متوجه این اگه کتاب رو که خدا درباره زندگی همه ما نوشته رو باز کنیم و به یک صفحه مشخص بریم همه ما با هم اینجا در اون صفحه جمع شدنمون ثبت شده نگاه کردن شما به این برنامه از قبل ثبت شده خدا میگه همه رو میبینم همه رو اینجا نوشته بودم جاناتان اونجاست تراویس همینطور ترور اونجاست درسته جف و پر هم اونجا همه رو قبل از اینکه حتی به این دنیا بیایم نوشته این عالی نیست هر لحظه ای از هر روز قبل از اینکه اون روز شروع بشه بذارین مثالایی از کلام بزنم که اینو تایید بکن اگه یادتون باشه خدا به ارمیای نبی گفت پیش از آن که تو را در رحم نقش بندم تو را شناختم و پیش از آن که به دنیا بیایی تو را جدا کردم و تو را بر قوم ها نبی قرار دادم و در سخنان پولس هم این دوباره انکاس پیدا میکنه اما چون خوشنودی او که مرا از رحم مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فیض خود مرا فرا خواند میدونید مشکل بزرگی که در همه سفرهام و ارتباط ایجاد کردن با افراد در کلیسا به خصوص بین بازاری ها و تاجرین با آنها روبرو هستم این طرز فکر در کلیساست که میگه فقط شبانان، معلمین و رهبران پرستش هستند که خاندگی خدمت تمام وقت برای زندگیشون دارن. نه اینطور نیست. این یک دروغ بزرگه اگه شما تولد تازه دارین، حتی اگه ندارین، هر انسانی خاندگی برای زندگیش داره و میدونین اون خواندگی چیه؟ کار بودنه. پیمانکار ساختن خونه سفارشی خدا این فوقلاده نیست؟ پس دیگه نمیخوام اینطور فکر کنین که خدای من در زمینه تجارت فعالم نه 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 خدا دستش رو بر زندگی شما قرار داده تا خونه سفارشیش رو بسازین آمین؟ میتونیم بگین آمین؟ خب حالا سوال اینه که خدا این نقشه رو قبل از تولد ما ریخته اینو در کتاب زندگی ما نوشته خب کتابی هست به نام الک بیور و خدا نشسته و تمام زندگی الک رو نوشته سوال اینه که اگه الک رو از این معادله حذف کنیم، آیا چیزی که در کتابش نوشته شده عملی میشه درسته اگه به کتاب جامعه دقت کنین این خیلی عالیه در اون حاکمیت خدا رو میبینیم همه بگین حاکمیت میگه و دریافتم که هر آنچه خدا میکند تا به ابد پایدار است و چیزی نتوان بر آن افسود یا از آن کاست خدا آن را به عمل می آورد تا آدمیان از او بترسند خدا داره میگه من نقشه خونه سفارشیم را از ازل کشیدم و هیچ چیز نمیتونه جلوی تمام شدنش رو بگیره خانه من تکمیل خواهد شد این حاکمیت ولی آیه بعد از اراده آزاد حرف میزنه انتخاب ما ببینید در ادامه چی میگه آنچه از پیش بوده همکنون نیز هست و آنچه خواهد بود از پیش بوده است یادتون از چی گفتم گفتم اگه به همه کتابهایی که برامون نوشته شده رجوع کنیم احتمالا در یکی از صفاحاتش این روزها رو درون اون میبینیم یعنی اونچه که از گذشته در ذهن خداوند بوده در کتابی نوشته شده و آنچه که در آینده خواهد بود از پیش نوشته شده اما به این گوش کنید خدا آنچه را گذشته است باز می جوید. به عبارت دیگه آیا به چیزی که برای زندگیمون نوشته شده عمل کردیم یا به راه دیگه ای رفتیم راه های خودمون میدونین این به من چی میگه؟ لطفا به این گوش بدین ما در تخت داوری در رابطه با خاندگیمون داوری میشیم نه بر اساس اون چه که در گذشته انجام داده ایم بلکه بر اساس اون چه که برای انجامش فراخونده شدیم داوری میشیم آیا کسی را میشناسید که به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت کند؟ آیا به دنبال تعالیم الهام بخش بیشتری از جان و لیزا بیور هستیم؟ به cloudlibrary.org مراجعه کنید ویدیوها و منابع رایگان برای دانلود در اختیار شماست زبان خود را انتخاب کنید منابع خود را از این کتابخانه غنی انتخاب کنید کتاب های الکترونیکی پیغام های ویدیویی، کتاب ها و تعالیم صوتی، برنامه های تلویزیونی، کتاب مقدس و منابع بیشتر برای اطلاعات بیشتر به cloudlibrary.org مراجعه کنید. لازم دوباره بگم؟ تا جایی که مربوط به داوری ما میشه تخت داوری ایماندارا رو میگم ما بر اساس اونچه که کردیم داوری نمیشیم بلکه بر اساس اونچه که بهش فراخونده شدیم بذارین یه مثالی بزنم الان شاید چهراتون تغییر بکنه ممکنه ایسا در تخت داوری اینطور بگه مبشر اندرسون جلو و برای اون که کردی حساب پس بده ممکنه ببینین اون میاد جلو و دروبرش رو نگاه میکنه یه ذره نگران و شکست و میگه مبشر اندرسون منظورتون حسابدار اندرسونه من حسابدار بودم کسایی تو شرکت هم کار میکردن به چند تا کلیسا هم تو حساب کتاباشون کمک کردم خدا میگه مبشر اندرسون 366187 جانی که تو رو خونده بودم تا در آسیا به سمت من بیاریشون کجان؟ کجان پسرم؟ ای ساخ من هیچ وقت به آسیا نرفتم من, من فقط یه حسابدار بودم میدونیم ما به یک کلیسا توی بشارت به آسیا کمک کردیم حالا با توجه به خاندگیش هر کاری که اون انجام داده سوزونده میشه پس ممکنه شما هم چنین موقعیتی داشته باشین آماده کارگزار جونز جلو بیا و درباره مسئولیت که اوتدار بودی گزارش بده اون میاد و کمی شوکه است واقعا شوکه و نگرانه دوربرش رو نگاه میکنه و فکر میکنه چی؟ حتما منظور یکی دیگه است و خداوند دوباره میگه کارگزار جونز گزارش بده منظورتون کشیش جونزه؟ من کلیسای 800 نفری رو شبانه میکردم سی سال کارم این بوده من تو رو خوندم تا مشاور املاک باشی و در این بازار بدرخشی اگه این کار رو انجام داده بودی دو نفر در شرکت تو کار میکردن اونها چند زندگی رو تحت تاثیر میذاشتند و در نتیجه 1.178.776 نفر زندگیشون تغییر میکرد حالا چون تو این کار رو نکردی روی زندگیشون تاثیر نذاشتی من هم باید کسای دیگه رو پیدا کنم تا این کار رو انجام بدن و به غیر از اون میخواستم مسئول انتظامات کلیسای هزار نفره باشی که اون طرف شهر اون کلیسا رو باها شروع کردی اگه این کار رو انجام میدادی تمام 12678 و جانی رو که اون کلیسا تحت تاثیر قرار میداد همش به حساب تو نوشته میشد و همین خاطره که همیشه به تیممون میگفتم قبلا بیشتر میگفتم درل و ویکی یادشون هست هر کسی که تحت تاثیر خدمت من لیزا ادیسون و مت قرار میگیره او به حساب شما هم نوشته میشه به حساب کامل شما درست انگار که شما با ما بودین به همین خاطر که مهمه در جایی باشین که خداوند شما رو به اون خونده اما اگه سعی دارین خودتون کلیسای خودتون داشته باشین کار خودتون رو انجام بدین میدونین ممکنه با چنین موقعیت های رو برو بشین خواهر جونز جلو بیا و از امانت دارید گزارش بده و این خانم میاد و میگه خب ایسا من وارد جنبش زنان شدم کتاب نوشتم چند تا کنفرانس زنان رو برگزار کردم سه فرزندی که تو رو برای بزرگ کردنش خونده بودم کجا؟ تو رو سرگرم جمع ها و سخرانی ها کردی و از اون بچه ها غافل شدی آیا اونطور که باید بزرگشون کردی تا 5 میلیون جانی رو که برای ابدیت باید تحت تاثیر قرار میدادن به حساب تو نوشته بشه حالا هر کاری که کردی سوخته میشه ما بر اساس اونچه که کردیم داوری نمیشیم بلکه بر اساس اونچه که بهش فراخونده شدیم داوری میشیم داستانهای زیادی دارم که در این باره میتونم با شما در میون بذارم فکر میکنم یکی از داستانهایی که خیلی معروفه و مرا در مسیر درست قرار داده داستان دوست خیلی عزیزی که شبان کلیسایی در کارولینای شمالیه اونا در کلیساشون حدود 4000 هزار نفر عضو دارن ما خیلی به هم نزدیکیم اون سالها در هیئت شبانی ما خدمت میکرد یه بار صدام زد و گفت جان باید بدونی اون شب تو کلیسا چی شد گفتم چی شد گفت یه آقایی هست که شش ماه به کلیسای من میاد و ظاهرا خیلی آراسته است لباسای خوب موی جوگندمی و توی جلسه متوجه شدم بدون این کلیسای فوق العاده است من اونجا موعظه می کنم اونجا هفته ای 100 تا 120 نفر در کلیسا نجات پیدا می پس ادامه داد و دیدم اشک از صورت این آقایی که گفتم روونه ولی جان میدونی حس کردم که اشک شوق نیست حس کردم اشک اندوه و غمه اما روح القدس جلوم رو گرفت داشتم میرفتم که باش حرف بزنم ولی روح خدا گفت که باش حرف نزن شش ماه بعد در جلسه وسط هفته اومد پیش یکی از کمک شبانان من و گفت سالها پیش سالش رو گفت فکر کنم دهه هشتاد بود خدا در دعا با من حرف زد تا در کارولینای شمالی کلیسایی شروع بکنم من رویایی داشتم و حتی ساختمان کلیسایی رو که باید می ساختم رو دیدم برام خیلی واقعی بود حتی پیش یک طراح رفتم و ازش خواستم که میتونه ماکتی از ساختمون بهم به بده کلیسا رو شروع کردم و با مخالفت های زیادی روبرو شدم آخرش دست از کار کشیدم حرف هایی از این دست که به هیچ جا نمی رسید باید یادتون باشه وقتی خدا بهتون میگه کاری رو بکنین حتما انجام بدین اگه به گفته های پولس نگاه کنین دو بار سعی کرد به جای دیگه ای بره و بعد رویای مرد مقدونیه ای رو دید اگه یادتون هست اون اولین کسی که در مقدونیه براش دعا کرد اون از خدا اطاعت میکنه به خاطرش دستگیر میشه و به زندان میفته و در زندان خدا رو جلال میده و درهای زندان باز میشه فقط به این خاطر که کاری که خدا ازتون میخواد سخته به این معنا نیست که از خدا نیست اون آقا گفت به مشکل برخوردم و میدونی کلیسا رو بستم ادامه داد که سفر کردم و سخنرانی کردم چند سالی طول کشید و از تکاپو افتادم و بعد وارد دنیای تجارت شدم و بعد شروع کرد اون نقاشی رو باز کردم گفت این مدلیه که اون طراح در دهه 80 از رویای من کشید و دقیقا همون کلیسایی بود که شبان ال ساخته بود گفت واقعا فکر می کنم من اولین انتخاب خدا برای ساختن این کلیسا بودم من در این مورد داشتم توی کنفرانس می کردم و مسئول دفتر کلیسامون هم اونجا بود کنفرانس بزرگی بود حدود 20 هزار نفر جمع شده بودن یادم اون اومد و یه چیزی بهم هم گفت گفت برادر یکی از شبانا تو سالن انتظار سمتم اومد ظاهرا اون شبان در مورد مطلبی که موعظه کرده بودم یکم ناراحت شده بود اون شبان گفته بود من نمیتونم موعظه امروز رو باور کنم و مسئول دفترم بهش گفت آره باور داره معلومه که باور داره ممکن نیست اینطور فکر کنه و اون بهش گفته بود کاملا همینطوره ولی تو چرا ناراحتی و کشیش بهش نگاه کرد و گفت وقتی بچه بودم خدا با قلبم حرف زد و گفت باید در فیلیپین خدمت کنم ولی من کلیسا رو بنا کردم و سی سال شبانشم میدونی مدیر دفترم چیکار کرد خیلی هوشمندانه بود بهش گفت خب حالا میخوای چیکار کنی یک سال بعد شنیدم که اون شبانی و مسئولیت کلیسا رو به معاونش سپرده و حالا در فیلیپین بشارت میده و خدمت میکنه و بهترین دوران زندگیش رو میگذرونه فکر کنم این یکی از بهترین داستانهایی باشه که خاندگی ما رو برای ساختن ملکوت خدا به شکلی منحصر به فرد به تصویر میکشه سال گذشته از طرف یک افسر نیروی دریایی برای شام دعوت شده بودم اون الان 17 ساله که توی نیروی دریاییه من برای سربازهای نیروی دریایی احترام زیادی قائلم یادم نشستیم و من متوجه نبودم که اون واقعا میخواد با من صحبت کنه بهش گفتم داستان زندگی از چه قراره و من اینطوری شروع کردم و اون داستانش رو گفت من از شنیدن داستانش دو ساعت تمام میخکوب بودم تقریبا هیچی نگفتم اون تعریف کرد که ممدت دو سال در مدرسه کتاب مقدس بوده و بعد وقتی در دوره آموزشی بوده متهم شده که با یکی از دخترای کلیسا رابطه داشته گفت جان من هرگز این کار رو نکردم اونا تمام واحدهام هام رو ازم گرفتن و از کلیسا بیرونم کردن و ادامه داد من سه سال از زندگیم رو از دست دادم و در هم شکستم رابطه هم با خدا دیگه نزدیک نبود ولی نزدیکتر شد چون تلاش کردم گفت وقتی داشتم تلاش میکردم خدا با من صحبت کرد و گفت من تو رو برای خدمت در کلیسا نخوندم برای ارتش خوندم میگه پس وارد نیروی دریایی شدم اول رفتم نیروی زمینی بعد هوایی و بعد نیروی دریایی آخریش نیروی دریایی بود و میگفت که تو هیچ کدوم چیزی پیدا نکردم کسی که وارد نیروی دریایی میشه باید همه چیز رو از سر گذرونده باشه تا ثبت نام بشه میگه از روی ناچاری افسر استخدام لیست دیگه ای در آورد و شروع به خوندن موارد خاص کرد وقتی که به کلمه دریادار که من گفتم آه این همون کاری که من میخوام انجام بدم احساس کردم که روح خدا منو رو به حرکت در آورد و گفتم که من باید اون رو انجام بدم اونها بهم گفتن میدونی فقط یک صدا در درصد از افراد موفق به تکمیل این دوره میشن همه تو این دفتر از این دوره فراری هن. با خودم گفتن برای مهم نیست این کاری که باید انجامش بدم مشکل این دوستمون این بود که شنا کردن بلد نبود خب حالا این اوضاع رو پیچیده تر میکنه وقتی جوان بود چند تا عمل جراحی انجام داده بود چون کانال گوشش باریک بوده و باید از گوشش لوله رد میکردن بنابراین اگه آب به گوشش میرسید درد شدیدی داشت و گفت جان من دعا کردم و به خودم یاد دادم که چطور تو درد شدید شنا کنم نهایتا بعد از ماها دعا کردن چند متری پایین رفتم دردی نداشتم یکی دو متر پایین رفتم و هیچ دردی نداشتم یه دفعه متوجه شدم که گوشم شفا پیدا کرده اون تقریبا سه بار دوره را گذرون و سه بار هم فاجعه بار بود واقعا فاجعه بار بود و اون حالا در نیروی دریایی و داره داستانهایی برام میگه مثل اینکه وقتی که در معموریت بوده از تلفن خاموشش به تلفن والدینش تماسی فرستاده میشه و اونها هیچ شماره ازش نداشتن و اونها شروع میکنن براش دعا کردن و بعد میفهمند که پسرشون زیر رگبار گلوله بوده آخر شام بهش نگاه کردم و گفتم من در حضور یه مرد خدام میدین برندون اون مثل من و شما معیزه نمی کنه کشیش <applause> مارک اون مثل من و تو معیزه نمی کنه. ولی میدونین چی اون یکی از بهترین مردای خداست که افتخار دیدنش رو داشتم اون سر جای پیمانکاری خودشه و داره خونه سفارشی خدا رو میسازه میتونیم بگین نامین؟ خب در بیش از 20 سال سفر باید بگم که خب نه در واقع 25 ساله شبانهایی رو دیدم که در دلم میدونستم باید دستیار شبان باشن تاجرهایی رو دیدم که میدونستم باید در خدمت کلیسا باشن شبانهایی رو دیدم که میدونستم باید در بازار باشن در واقع به شبانی نگاه کردم و گفتم شما به خدمت کلیسایی خونده نشدین واقعا فکر میکنم خدا تو رو خونده تا در بازار باشی همون شبان یک سال بعد به هم زنگ زد و گفت دیگه در خدمت کلیسایی نیستم اونا در تجارتن و بهترین دوران زندگیشون رو میگذرونند چون ما به افراد فشار میاریم یادم یکی بهم به هم زنگ زد که یک شرکت حمل و نقل داشت داشت میلیون ها دلار به ملکوت خدا کمک میکرد ولی احساس کرد به اندازه کافی به خدا خدمت نمیکنه شرکتش رو فروخت و وارد خدمت کلیسایی شد از اون موقع چیزی ازش نشنیدم بیش از 20 ساله میدونین میخوام همه ما بدونیم که خدا جایی منحصر به فرد برای زندگیمون در نظر گرفته میدونه وقتی اون برخ کار کارش رو میکنه تصویر کامل رو نمیبینه بعد بگم که اون برق کار وظیفه پیچیده رسوندن برق به اون خونه رو داره خدا همه ما رو خونده تا کاری انجام بدیم این خونه سفارشی که خدا داره میسازه میدونین کلام خدا در برایش چی میگه؟ اون میگه ملت ها میان و خداوند رو در آسمان و زمین جدید میپرستن و میدونین فوقلاده چیه؟ وقتی که میتونیم قسمتی از ساختمون رو که ما ساختیم به نمایش بگذاریم میتونین تصور کنین فرض کنیم لوله کشی که در زل غربی کاخ سفید کار کرده میتونین تصور کنید از اینکه پسرش میاد خونه و میگه بابا ما داریم میریم برای دیدن کاخ سفید چقدر اون شخص خوشحال میشه او میتونم همراهت بیام میتونید شادی پسرش رو تصور کنید وقتی که همه بچه ها میگن بابات لوله کشی کاخ سفید رو انجام داده چقدر این شادی در خانه سفارش خداوند بیشتره چون باید بگم که یه روز کاخ سفید از بین میره یه روز خونه من و شما هم از بین میره چون طبق کلام خدا همه زمین با آتش پاک میشه و خداوند آسمان و زمین جدیدی برپا میکنه و اون شهر اون ساختمون که زحمت میکشیدیم روش عیسی میگه برای آنچه فانیست عرق نریزید برای آنچه که ابدی تلاش کنید میتونین به تمام ملت ها نشونش بدین تراوستو میتونی بگی ببین اینجا رو من تو این ساختمون ساختم اینجا رو من خونه خدا در واقع یک شهره این بخشی از شهریه که من ساختم آیا خوشتون میاد از این؟ خب پس همه بگین ما پیمانکاریم که خونه سفارشی خدا رو میسازیم احتمالا بعد از این جلسه دارین فکر میکنین که چطور بدونم برای چی خونده شدم این چیزیه که باید انجام بدین ابرانیان 11:6 میگه خداوند به کسایی که با جدیت اون رو جستجو میکنن پاداش میده نمیگه خدا کسایی رو پاداش میده که بعضی وقتها با شک و تردید دنبال او هستن پس قدم عملیتون اینه که با جدیت و سخت خداوند رو در ایمان بجوین دوم مزمور 92 میگه آنان که در خانه خداوند غرش شدن در صحنهای خدای ما خواهند شکفت میدونی وقتی یک دونه سیب رو میکارین درخت در نمیاد وقتی شما در کلیسای محلیتون ریشه دارین در اونچه که خداوند خلقتون کرده شکوفا میشید سوم اینکه گرفتار امنیت روابط یا پول نباشید اینا کاری رو که خداوند برای اون خلقتون کرده در نطفه خفه میکنن تشویقتون میکنم در طلبیدن خدا کوشا باشید اطمینان حاصل کنید که در کلیسای محلی سرمایه گذاری کردین و ریشه دارین و ببینید که زندگیتون برای اونچه که طراحی و خلق شده بود تا انجام بشه چطور شکوفا شده